اینجا یکی از بازارها در شهر مزار شریف است. بازاری که شماره از بانوان در آن سرگرم کاروبار هستند. پشتون افغان نخستین بانوی است که 5 سال پیش در این بازار کار را آغاز کرد. امی پنجشنبه گذشته از ریاست محترم امر بالمعروف نفر آمد و گفتند که ما شما را یک هفته وقت دادیم. دیگه تا یک هفته باید شما دکانتون انتقال بدین، شما باید دیگه در خانه بشینین. باز ما اینا رو جمع میکنیم، دیگه مجبور که بریم باریم خاک بزنه خراب شود چیزای ما. اقتصاد میشه دیگه بسیار سخت میشه سر ما. یکی دیگر از این بانوان دکاندار میگوید که به تازگی برایشان دستور داده شده تا دکانهایشان را مسدود بسازند. این بانوان از مسئولان محلی میخواهند که دکانهایشان را مسدود نکنند. ما بسیار در مشکلات جدی دکانتان ساختیم. بسیار قیمت گزاف، ما صنایع دستی خود ما جور میکنیم و دیگه که خانم از ما سودا میخواست بسیار احساس راحتی میکنند. وقتی که ما در یک بازار میاییم به جایی که مردو باشه، سرا باشه، خانم هست، ما احساس راحتی میکنیم و از او خرید میکنیم. با این حال مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ میگویند که دکانهای بانوان در این بازار به علت مختلط بودن زنان و مردان مسدود می شود و در تلاش ساخت یک بازار ویژه بانوان هستند. بوز موز پدی لاته کیو چې درې مارکیټ څلور مارکیټ پر رقابت کې واچو چې دا زموږ خوند و مندو ته یو ښه فرصت په لاس ورسی او د دوی د تجارت کاروبار آزاد برچه بایی و مشتری چه ده اوناسی. در سالهای پسین بانوان در بخشهای گونگون کشور به تجارتهای کوچک و دکانداری آغاز کردند تا بتوانند از رهگذر اقتصادی با خانواده هایشان کمک کنند.